به نام آن که بندگان را به خطاب کرامت با هزاران لطافت می نوازد و به سوی خود می خواند و سپاس و ثنای بی حد بر آستان صفات بی همتای احدیت که در کمال رأفت و در نهایت عطوفت رخصت سخن گفتن بر بندگان خود عنایت فرموده است. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه شما بیننده های عزیز. انشالله که صحتمند و سرحال باشین و طاعات و عبادات شما قبول درگاه حق قرار گرفته باشه. خیلی خدا را سپاسگزار هستیم که بار دیگر توفیق عنایت کرد در خدمت شما خوبان باشیم با یکی دیگر از برنامه های آوای ملکوت از حوزه علمی خدیجه کبرا سلام الله علیها. یکی از موضوعاتی که در اسلام خیلی مهم است و مورد توجه قرار گرفته مسئله تفکر و تعقل هست و در این برنامه هم انشاءالله ما تلاش میکنیم موضوعی را خدمت شما تقدیم کنیم که در رابطه با اهمیت تعقل و تفکر در آیات قرآن باشه و مثل همیشه در برنامه با خود ما مهمان داریم، خانم فضلی تشریف آوردن. خانم فضلی سلام خدمت شما، انشاءالله که طاعت و عبادت شما قبول باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. همچنان عرض سلام دارم خدمت شما و بیننده های عزیز تلویزیون تمدن. امیدوار هستم که طاعات و عبادات شما قبول و مقبول درگاه حق قرار گرفته باشه. تشکر، سلامت باشین. قسمی که قبلا هم بیان کردیم موضوع برنامه در رابطه با اهمیت تفکر و تعقل در آیات قرآن کریم هست. در ابتدای بحث خوب است که بر ما یک تعریف از تفکر و تعقل داشته باشه. تفکر و تعقل هر دو به معنای اندیشیدن هست، اندیشه فکر بله. کردن. ولی وقتی همیمی فکر کردن اگر در یک سطح بالا قرار بگیره بعضی میگن تعقل، یعنی از جزئیات ما یک حکم کلی را استنباط بکنیم بعضی میگن تعقل، عقل گرایی. تشکر. پس خوب است که ما تعریف مد نظر داشته باشیم تا ادامه بحث بهتر بفهمیم. پس در قسمت بعد اگر بر ما بیشتر واضح بسازین که اهمیت تفکر و تعقل از نگاه آیات قرآن کریم چگونه است؟ هرچند قرآن کریم با تعبیرات چون ان کنتم تعقلون، لعلکم تعقلون، لعلکم تتفکرون، لا یفقهون، لا یشعرون، افلا تعقلون، تاکید زیاد به امر تعقل و تفکر میکنه. ولی او آیه که خیلی توجه انسان به خودش جلب میکنه و یکی از مهمترین آیات است و اگه من فکر میکنم در قرآن هیچ آیه در مورد تفکر و تعقل جز هم یک آیه نازل نمیشد، هم یک آیه کفایت میکرد که دیدگاه مکتب اسلام و دیدگاه قرآن را در مورد اهمیت تفکر و تعقل بر مردم بیان بکنه. بسیار خوب. و آیه 22 سوره انفال هست. خداوند جل جلاله در این آیه می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم، ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. همانا بدترین جنبندگان در نزد خداوند کر و لال هست که تعقل نمی کنند. ببینین خداوند جل جلاله در این آیه با شدیدترین لحن بدترین جنبندگان را کسان بیان میکنن که تفکر و تعقل نمیکنن. شاید این بدترین تعبیر باشه که در قرآن کریم استفاده شده و هم در مورد کسایی که تعقل نمیکنن. علتش هم همین است که خداوند جل جلاله به انسان نعمت عقل را داده و در واقع این نعمت هست که انسان را متمایز میسازه از سایر حیوانات، نقطه افتراق انسان است با سایر حیوانات. حال اگر انسان از همین نعمت عقل خودش استفاده نکنه هم ردیف قرار میگیره با سایر حیوانات و شاید هم بدتر از اونا که در این آیه چنانچه تعبیر همچنین یک تعبیر را داره که اونا حتی اگر انسان تعقل نکنه بدتر از تمامی جنبندگان هست. بل هم ازل. شبیه از این آیه دیگه هم داریم که اشاره به عین همین مطلب داره که آیه 179 سوره اعراف است. خداوند جل جلاله در این آیه میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. همان ما برای جهنم کثیر از انس و جن را آماده کردیم. لهم قلوب لا یفقهون بها، برای آنها قلب هایی است که بعضی از مترجمین این قلب را اندیشه و فکر بیان کردن، برای آنها قلب هایی است که لا یفقهون بها، با واسطه از او قلب ها نمی فهمن. ولهم اعین لا یبصرون بها، و برای آنها چشم هایی است که به واسطه از او چشم ها نمیبینند. ولهم آذان لا یسمعون بها، و برای آنها گوش هایی است که به واسطه از او حقیقت را نمیشنوند. اولئک کالانعام
بل هم از الان ها مثل چارپایان است، بلکه بدتر از چارپایان هست. اولای که هم الغافلون، آنان غافلان هست. ببینین در این آیه خداوند جل جلاله ابزار شناخت را بیان میکنه، ابزار شناخت حق و حقیقت. چشم، گوش، عقل، قلب انسان، اینا همگیشان ابزار شناخت است بر حق و حقیقت. اگر انسان از این ابزار استفاده بکنه فبها، ولی اگر استفاده نکنه بدتر از چارپایان قرار میگیرن. امی دعایی را که ما تلاوت کردیم بدترین تعبیر را در مورد کسان به کار برده که اصلا تفکر و تعقل نمی کنند. آیه را که بیان کردیم که مثلا برای این انسان ها گوش های است که با وسیله از اون نمیشنه، یا مثلا دیده های است که با وسیله از اون دیده نمیتونن، شاید منظور دقیقا همی است که سخن حق را نمیبینن و حق را نمیشنن در حال که آشکاره. و به این معنی نیست که اصلا مثلا محیط ماحول خود دیده نمیتونن یا صدا را شنیده نمیتونن. بالاخره هدف کلی همی است که حق را نمیشنون و دیده هایشان هم از دیدن شاید هم منظور ای باشه بله. که به دیدنی ها و شنیدنی های خودشان تعقل و تفکر نمی کنن. بله. نگاه سطحی نسبت به هر چیز دارن. شاید هم منظور ای باشه که با لجبازی های خودشان حقیقت را نمیبینن و حقیقت را نمیشنون و همین درک، عدم درک حقیقت و عدم استفاده از او ابزار و وسایل که خداوند در اختیار از اینا قرار داده باعث میشه که اینا بدتر از چهارپایان قرار بگیرن. آیه دیگه هم آیه اجده سوره زمر هست که خداوند جل جلاله در این آیه برای اهل عقل و فهم بشارت میده. در این آیه میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. پس بشارت به تیه پیامبر برای کسانی که همه صحبت ها رو میشنوند، فیتبعون احسنه، ولی بهتر از اونا رو چی میکنن؟ تبعیت میکنن. اونا کسایی هستن که خداوند آنان را هدایت کرده، اونان صاحب خرد و عقل هستن. از این آیه فهمیدم میشه که انسان عاقل باید حرف همه را بشنوه، ادعاها و باورهای همگی را بشنوه، ولی در بین ادعاهای همگی حرف همه را قبول نکنه، بلکه نگاه بکنه به دلیلی که اونا دارن. چنانچه یک حرف دلیلش متقن بود، محکم بود، بپذیره و الا نپذیره. یعنی عقل باید شبیه غربال باشه، هر چیزی را که میشنوه قبول نکنه، بلکه بسنجه و سبک سنگین بکنه، اویی که درست است انتخاب بکنه و اویی که اشتباه است بگذاره. مثلا به دلایلش توجه بکنه، هیچ حرف را یک انسان عاقل نباید بدون دلیل قبول بکنه. همچنان حق قضیه را نداره که بدون دلیل چیز را رد بکنه. چنانچه دلیل بر ردش نداشت باید توقف بکنه. بسیار خوب. یعنی نظرات مختلف بشنو، احترام به همش داشته باشه، ولی از همش پیروی نکن. بله، اونی که دلیل داره، اونی که مطابق با عقل است را قبول بکنه. ولی متاسفانه بعضی از انسان ها شبیه ضبط صوت میمونه، شبیه میکروفون میمونه، هر چیزی را که بشنوه پخش میکنه بدون از اینکه در مورد از او یک مقدار تفکر بکنن، تعقل بکنن، بسنجن که آیا واقعا این ممکن است درست باشه و ممکن است درست نباشه. در این زمینه هم روایت داریم از حضرت پیامبر اکرم صلوات الله علیه که ایشان فرمودن، از ایشان نقل شده که کفا بالمرء جهلا ان یحدث بكل ما سمع. برای جهالت یک انسان همی کفایت میکنه که هر چیزی را که میشنوه ایرا نشش کنه و به دیگران بگه. یعنی که انسان عاقل هر حرف را نش نمی کنه، هر حرف را قبول نمی کنه، بلکه بر اساس دلیل و دلایلی که اونا برای اثبات حرف خودشان داره. آیه بعدی آیه 100 سوره یونس هست که در این آیه خداوند جل جلاله رجس و پلیدی را برای کسانی که تعقل نمی کنه نسبت میده. می فرماید که ویجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، و رجس و پلیدی را ما برای کسانی قرار دادیم که تعقل نمی کنن. خب شاید از این آیه ای استفاده میشه که بیشتر از گناهان و پلیدی ها اینا ریشه دارن به عدم تعقل انسان. چنانچه اگر انسان تعقل بکنه و مصالح و مفاسد واقعی خودش را تشخیص بده، به دنبال گناهان نمیره. با نیروی عقل، اگر از نیروی عقل خودش استفاده بکنه، همی که استفاده بکنه از نیروی عقل خودش و گناهان را واقعا بفهمه که گناهان را که مرتکب میشه سد راه است، مانع است بر سر راه تکامل انسان ها، انسان هیچ وقت مرتکب از این گناهان نمیشه. پس بیشتر از پلیدی ها و رجس ها و گناهان ریشه داره به همین عدم تعقل انسان. آیه بعدی هم ابتدا ادعای
یهود و نصارا را مبنی بر اینکه که اونا میگفتن فقط ما وارد بهشت میشیم، یه ادعا را بیان میکنه. بعدش خداوند جل جلاله پیامبر را مخاطب قرار میده، برشان میفرماید قل هاتوا برهانکم، ای پیامبر بر یهود و نصارا بگوین که اگر شما همچین یک ادعای دارین برهان و دلیل خودتان را بیارین. برهان به دلیل عقلی میگه که همه انسان ها برش قابل قبول باشن. از این آیه استفاده میشه که هیچ ادعایی و هیچ عقیده بدون دلیل قابل قبول نیست. از نظر اسلام هر کس هر ادعایی داره باید با دلیل عقلی بیاره، و چنانچه دلیل نداشت و حرفش قابل قبول نیست. بسیار خوب، خیلی تشکر میکنم از شما، بحث ما شیرین و جذاب ادامه داره. اما اگر موافق باشین یک میان برنامه رو با هم دیگه میبینیم، انشالله در ادامه خدمت شما هستیم. دوستای عزیز بیننده برنامه خودتان باشین، بعد از یک میان برنامه کوتاه دوباره برمیگردیم. دوستای عزیز دوباره خوش آمدین به ادامه برنامه، و سلام و مجدد تقدیم میکنیم خدمت کسایی که تازه به جمع ما پیوستن. بحث ما در رابطه با تعقل و تفکر ادامه داشت و آیات متعدد را شنیدیم که در رابطه با تعقل و تفکر خیلی سفارشات داشت. اما ادامه بحث را میشنویم با یک سوال دیگه که خوب همون ما بفهمیم خانم فضلی، که از نظر آیات قرآن کریم در چی چیزهای انسان باید تعقل تفکر کنه؟ ببینین قرآن کریم همش چیزهایی را به عنوان موضوع تفکر و تعقل انسانها معرفی میکنه که ای در سعادت و تکامل انسانها و در یابیدن راه درست برای تکامل انسانها نقش داشته باشه. مثلا اولین چیزی را که خیلی تاکید کرده قرآن کریم به خاطر تفکر و تعقل روی این چیزها، تفکر و تعقل در نشانه های خداوند در جهان هستی است. یعنی تفکر و تعقل در خلقت آسمان ها و زمین و تمام مخلوقات، که همه از اینها نشانه های خداوند جل جلاله در روی زمین و آسمان هست. چنانچه آیه 164 سوره بقره خداوند جل جلاله میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض، همانا در خلقت آسمان و زمین، و اختلاف اللیل و النهار، و اختلاف شب و روز، و الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، و کشتی که بر بحر حرکت میکنه. اشاره به نکات خیلی ظریف داره، به خاطر نفع، به خاطر نفع مردم. و ما انزلناه من السماء ماء، و او چیزی که آسمان از آسمان خداوند میفرسته که منظورش هم آب هست. فاحیا به الارض بعد موتها، که به واسطه هم آب باران زمین را در بهار دوباره پس از مرگ قبلیش زنده میکنه. و بس فیها من کل دابتین، و در مورد جنبندگانی که خداوند در روی زمین پراکندش ساخته. و تصریف ریاه سحاب، ریاهه، و تصریف ریاه و گرداندن بادها، و سحاب المسخر بین السماء والارض، و ابرهایی که مسخر شده بین آسمان و زمین. لآیات لقوم یعقلون، در اینها نشانه هاییست برای کسانی که تعقل میکنن. بسیار. ببینید در این آیه خداوند جل جلاله آسمان، زمین، اختلاف شب و روز، حرکت کشتی در آب، زندگی در روی زمین، جنبندگان، همه اینها را، گرداندن بادها، ابرهایی که در بین آسمان و زمین مسخر است، همه اینها را به عنوان نشانه های خداوند جل جلاله در روی زمین به معرفی میگیرن. اگر ما به هم یک آیه قرآن کریم خوب دقت بکنیم، از هم یک آیه انواع مختلف از علوم بدست میاد. مثلا علم کیهان شناسی، قسمتی که سماوات میگه، خب انسان فکر میکنه چرا خداوند وقت لفظ آسمان را به کار میبنده، جمع میبنده سماوات، ولی وقت زمین را به کار میبره، در این قسمت البته عرض به صورت مفرد میارم، اشاره به زمین شناسی، زیست شناسی، و بس صفیه ها من کل دابه، که انواع جنبندگان را در روی زمین پراگنده ساخت، که اشاره به علم زیست شناسی دارم. خداوند ای آیه از علوم مختلف گواه میاره برای وجود خودش. یعنی اگر شما دقت بکنین در خلقت خداوند، در خلقت مخلوقات که خداوند خالق از اینا هست، اگر در نظمی که در خلقت از اینا نهفته است، حتما به وجود خداوند پی میبریم. ولی صرف نگاه کردن بعضی مخلوقات ما را هدایت نمیکنه به سمت شناخت خداوند. زمان هدایت میکنه که ما در کنار همین نگاهی که طرف به سمت مخلوقات داریم، یک مقدمه عقلی هم اضافه بکنیم، که هر نظمی
یک ناظم میخواهم. بله. و هر اثری مؤثر میخواهم. همون قسمی که وجود یک نظم دلیل بر وجود ناظم هست، وجود یک اثر دلیل بر وجود مؤثر هست، ویژگی های اثر انسان را هدایت میکنه به ویژگی های مؤثرش. بله. حالا وقتی ما نظم را در یک آثار میبینیم، میفهمیم که او کسی که این نظم را برقرار ساخته عالم و قادر بوده که این همه با دقت این نظم را به اصطلاح برقرار ساخته. علی فهمیده میشه که قرآن کریم حتی برای اثبات وجود خداوند استدلال میکنه. بله. یعنی خیلی جالب هست که عقایدی که در قرآن بیان میشه، من تا جایی که من نگاه کردم هر عقیده ای که قرآن بیان میکنه حتما یک استدلال میکنه. یعنی حتی قرآن نمیخواد که ما همینطوری پیش بریم بدون فکر و استدلال. برای هر عقیده خود ما باید یک استدلال عقلی داشته باشیم. بسیار. موضوع دیگه ایره که به عنوان موضوع شناخت و موضوع تفکر و تعقل بر ما بیان میکنه، خود قرآن کریم هست، سند حقانیت اسلام. چنانچه معجزه بودن قرآن کریم بر ما ثابت نشه، خب حقانیت اسلام هم ثابت نمیشه. در این آیه هم خداوند جل جلاله در آیه 16 سوره یونس یعنی تشویق میکنه ما را که در مورد قرآن فکر بکنیم. در این آیه خداوند جل جلاله می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم قل لو شاء الله ما تلوته علیکم بلا ادراکم بهی فقد لبست فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون. خداوند جل جلاله در این آیه حضرت پیامبر را مخاطب قرار می دهد، می فرماید قل بگو لو شاء الله ما تلوته علیکم، اگه خدا می خواست من نمی تانستم که آیات را بر شما تلاوت بکنم. یعنی اگر خدا میخواست که من تلاوت نکنم تلاوت نمیکردم. ولا ادراکم بهی، و شما را به واسطه قرآن آگاه نمیساخت. فقط لبست فیکم عمرا، من یک عمر با شما زندگی کردم. افلا تعقلون، آیا تعقل نمیکنین؟ یعنی در مورد قرآن تعقل بکنین، ببینین نمی. یک بار محتوای قرآن را دقت بکنین به این محتوای عالی که قرآن داره. بعد فکر بکنین که انسانی که در یک محیط مثل محیط شبه جزیره عربستان بزرگ شده و عصرش هم عصر جاهلیت هست، یک انسان در همچین یک محیط یک کتاب میاره که اینقدر محتوای بلند داره، در حالی که هیچ استاد نگده. اگر شما در همین محتوای قرآن فکر بکنین، میفهمین که قرآن نمیتونه مثلا از نزد غیر خدا باشه بلکه منشه وحیانی داره. اینجا بسیار. حتی برای اثبات حقانیت قرآن هم میاره استدلال میکنن. بسیار خوب. خوب است که انسان هایی که با سواد است در جامعه، نظرات مختلف جامعه شناسی است یا هر کسی که مثلا بعض موارد را بیان میکنن به خاطر زندگی بهتر، به خاطر فرض کنین رسیدن به اهداف بهتر، قوانین را بیان میکنن. خوب است که ما در کنارش یک مطالعه از قرآن داشته باشیم و ایره بیایم مقایسه کنیم که واقعا کدام از اینا بهتر و جامع تر است، و ما پی میبریم که کتاب قرآن این ویژگی را داره. قسمی که حضرت آیت الله محسنی رحمت الله علیه ای را بیان میکردن، میگفتن قرآن حال قوانینی که در جامعه ساخته میشه بر اساس ساخت ذهن بشر، ممکنه در یک دوره زمان قابل استفاده باشه، ممکنه یک دوره دیگه کهنه شه، کارایی نداشته باشه، ولی قرآن او قوانین را بیان میکنه در ابعاد مختلف زندگی که تا قیامت را تازگی و جدید بودن خودش داره. بله. موضوع دیگر که قرآن کریم به عنوان موضوع تفکر و تعقل به معرفی میگیره که در موردش ما تفکر و تعقل بکنیم، تعقل در سرگذشت پیشینیان هست. بله. که خداوند جل جلاله در سوره انعام آیه 11 میفرماید قل سیرو فی الارض ثم منظور و کیف کان عاقبت المکذبین، بگو گشت بزنین به زمین، نگاه بکنین به زمین، ثم منظور و سپس نگاه بکنین که کیف کان عاقبت المکذبین، چگونه بود عاقبت کسانی که پیامبران را تکذیب کردن. از این آیه فهمیدم میشه که اگر ما واقعا سرگذشت اقوام قبل از خود ما را بریم مطالعه بکنیم، مخصوصا سرگذشت کسانشان را که او که عده از کسایی را که تمدنشان از بین رفت سقوط کرد، اگه ایره بریم به صورت درست مطالعه بکنیم، علتیابی بکنیم که چی چیزی باعث نابودی از اینا شد، چه عوامل باعث نابودی از اینا شد، بعد سعی بکنیم که همون عوامل دامنگیر ما نشه. از این آیه فهمیدم میشه که یعنی زندگی اجتماعی یک سیر واحد را به اصطلاح طی میکنه. بسیار خوب.
تشکر میکنیم خانم فضلی، خیلی مباحث زیبا و جالب را اشاره کردین. انشالله که ما اهل تعقل و تفکر باشیم و بتانیم به آیات زیبای قرآن، به نشانه های خلقت خداوند تفکر کنیم و بیشتر انشالله در این زمینه کار کنیم. و تشکر از تشریف آوری شما به برنامه. بیننده های عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. ناگزیر هستیم از جمع شما خوبان مرخص شویم تا برنامه بعد که دوباره در خدمت شما قرار میگیریم. شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم.